سال 2017 سالی است که مهندسی ژنتیک از آزمایشگاه های پژوهشی به درمانگاه ها و بیمارستان ها راه یافت. چندین مورد از سراسر سر جهان نوید از درمان احتمالی بیماری های ارسی و سرطان در آینده نزدیک می دهند. جورج پوتیج گزارش می کریسچن گاردینو ساکن لانگ آگلند که در یک برنامه تلویزیونی در زمینه آواز رقابت می کند در یک زمینه دیگر نیز به شهرت دست یافته است. او به دلیل یک بیماری ارسی در کودکی بینایی خود را از دست داد ولی پزشکان بیمارستان کودکان فلادلفیا با مهندسی و اصلاح ژن معیوبی که موجب نابینایی او شده بود توانستند بینایی را به او و دیگر بیماران شبیه او بازگردانند. <تصفح> نمونه تصیح شده ی <تصفح> به شبکه چشمونا تاثیر میشه و آنها شروع به دیدن می‌کنند. ویروس بی خطری که حامل ژن تصیح شده است به شبکیه یه چشم می میشود و ژن اصلاح شده تکثیر شده و تدریجا تمامی جنها را درمان کند که در واقع اصلاح مرکول های ای است. پزشکان در ایتالیا و آلمان با ترکیبی از تصیح جنتیکی و درمان سلول های بنیادی زندگی پسر سروری را که به یک بیماری پوست ژنتیکی که موجب تاولهای دردناک و زخم باز در پوست او میشد نجات دادند پزشکان بخشی از پوست او را برداشته ژن آن را اصلاح کرده آن را با سلولهای بنیادی ترکیب کرده و این پوست نو را به بدن او پیوند زدند این پوست نو به تدریج جایگزین بیشتر پوست بیمار و زخم او شد کودک به زندگی عادیش بازگشته چیزی که رویای ما بود و ممکن شد برایان مدوی 44 ساله مبتلا به سندرم ژنتیکی نادری است که معمولا موجب مرگ بیمار در سنین پایین می شود. پزشکان ژنهای بیمار برخی از سلولهای کبد او را اصلاح کرده و آن را به خون او تزریق کردند. هنگامی که ژنهای اصلاح شده به کبد او رسیدند، این تغییرات را به دیگر جنها منتقل کردند که به نظر می رسد یک درمان دائمی برای او است. در حالی که منتقدان درمان ژنتیکی را گران و موفقیت آن را گهگاه میخوانند پزشکان میگویند درمان دائمی بسیاری از بیماریهای ارسی همکنون در دسترس است